بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن. دولت دونالد ترامپ باید وزیر علوم کابینه آخوند روحانی را به خاطر بازداشت بیش از 150 تن از دانشجویان در جریان اعتراضات دیماه در لیست تحریم ها قرار دهد. فاکس نیوز: رژیم ایران سالانه 800 میلیون دلار به حزب الله لبنان میدهد. بنیاد هریتیج در آمریکا: واشنگتن باید از حق مردم ایران برای مقابله با سرکوب سنگین دیکتاتوری آخوندی حمایت کند. هکرهای رژیم ایران روی تولید باج افزار و پول دیجیتال بیت کوین متمرکز شدند. بر طبق یک گزارش جدید از وال استریت ژورنال هفته اوت 2018، هکرهای ایرانی در حال حملات نرم افزاری هستند که سیستم‌های کامپیوتری را تا زمانی که یک باج دیجیتال داده نشود غیر فعال نگه می‌دارد. محققان گروه امنیت اطلاعات سایبری اکسنچر که طی دو سال گذشته 5 نوع باج افزار جدید را دنبال کرده‌اند، می‌گویند این باج افزارها توسط هکرهایی در ایران ساخته شدند. جیم گوین، رئیس کمپانی اکسنچر، گفت: به نظر می رسد که این باج افزار برای به دست آوردن پول دیجیتال مانند بیت کوین نوشته شده باشد. نرم افزاری که اکسنچر کشف کرد شامل تعدادی سرنخ دیجیتال است که آن را به ایران مرتبط می کند. این گروه امنیت سایبری گفت: برخی از نمونه های بررسی شده شامل پیام‌هایی به زبان فارسی و ارتباط با کامپیوترهایی است که در ایران مستقر هستند، در حالی که برخی دیگر طراحی شدند که مانع قفل کردن سیستم‌های کامپیوتری ایران توسط این باج افزار شوند. کمپانی اکسنچر می‌گوید باج افزاری را که پیدا کرده می‌تواند توسط عوامل مورد پشتیبانی رژیم ایران یا مجرمان ایرانی یا به صورت مشترک طراحی شده باشد. طی دو گزارشی که ماه پیش منتشر شد، شرکت‌های سمنتیک و شبکه‌های پالو آلتو دو عملیات هکری دزدیدن اطلاعات را به رژیم ایران ربط دادند. ژنرال جوزف ووتل، فرمانده سنتکام، میگه که قاسم سلیمانی عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه است. ژنرال 4 ستاره آمریکا که مسئول عملیات‌های خاورمیانه می‌باشد، در حمله شدیدی به فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت قاسم سلیمانی پشت عمد اقدامات بی‌ثبات کننده در این منطقه است. ژنرال جوزف ووتل، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا، در گفتگو با خبرنگاران قاسم سلیمانی را فردی که در حال ارتکاب بسیاری از اقدامات بی‌ثبات کننده است توصیف کرد. ژنرال جوزف ووتل در مورد پاسدار قاسم سلیمانی گفت ماهیت تجاوزگر قاسم سلیمانی باعث شده چه در سوریه، چه در عراق، چه در یمن، هر جا بی‌ثباتی باشد آثار او دیده شود. نیروی قدس سازمانی است که هدایت می‌کند و به نظر من تهدید اصلی است. این نیرو اقدامات بی‌ثبات کننده را دامن می‌زند. فرمانده سنتکام تاکید کرد با وجود تهدیدهای رژیم ایران برای بستن تنگه هرمز، ارتش ایالات متحده می‌تواند آن را باز نگه دارد. او در اظهارات جداگانه گفت برای تضمین ناوبری بین‌المللی در تنگه باب المندب در ساحل یمن و بازنگه داشتن این تنگه، ارتش ایالات متحده می تواند دست به عمل بزند. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت رژیم ایران در این تنگه کشتی های تجاری را مورد حمله قرار دادند. ژنرال جوزف ووتل گفت پرسنل نیروی دریایی آمریکا که در این آب‌های پرتنش عمل می‌کنند، دارای طرح‌هایی از پیش تعیین شده برای واکنش در مقابل هر گونه افزایش اقدامات تحریک‌آمیز هستند. با شروع مرحله اول تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی یکی بعد از دیگری از ایران بیرون می‌کشند. حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران هي الأشد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد بسته جدید تحریم‌های آمریکا علیه رژیم بسیار شدید است. او افزود در ماه نوامبر تحریم‌های دیگر به سطوح بالاتری خواهد رسید و در بخش نفت و گاز و بانک مرکزی خواهند بود. دونالد ترامپ هشدار داد آمریکا هر کسی که با رژیم ایران معامله تجاری داشته باشد را تحریم خواهد کرد. این تهدیدها بعد از اجرایی شدن اولین مرحله از تحریم‌های اقتصادی است که علیه رژیم ایران اعمال شده است. در مرحله اول معامله با رژیم واردات مواد اولیه، بخش خودرو و هواپیماهای تجاری تحریم شده است. تحریم‌های آمریکا در شرکت‌های بزرگ جهانی انعکاس داشت. گروه خودروسازی دایملر آلمان یکی از جدیدترین گروه‌هایی است که از همکاری با رژیم ایران خودداری کرده است. در لیست شرکت‌های بزرگی که از همکاری با رژیم ایران خودداری کردند، شرکت فرانسوی توتال در صدر است. این شرکت به دنبال کسب معافیت از تحریم‌های آمریکا بود ولی به آن دست پیدا نکرد. شرکت خودروسازی پژو و شرکت مرس، یکی از بزرگترین شرکت‌های حمل و نقل دریایی هم از همکاری با رژیم ایران خودداری کردند. در حالی که شرکت بوئینگ با رژیم ایران قرارداد 20 میلیارد دلاری برای فروش هواپیماهای تجاری داشت، به خاطر ترس از تحریم‌های آمریکا از ادامه قرارداد خودداری کرد. شرکت‌های نفتی نیز معامله با رژیم ایران را متوقف کردند. شرکت لاک اویل روسیه، ریلاینس هندی و دوور کورپوریشن آمریکایی در این لیست هستند. این رویدادها باعث می‌شوند که اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گیرد. اقتصادی که با سختی‌های ویژه خود روبروست و علاوه بر آن نرخ بیکاری و تورم و ادامه کاهش قیمت ریال و دیگر مشکلات را باید به این بحران اضافه کرد. دکتر احمد الفراج، کارشناس روابط بین‌المللی، در مصاحبه با اسکای نیوز گفت رژیم ایران به دست مردم ایران و نه نیروهای خارجی سرنگون می شود. دکتر احمد الفراج، سخنان ترامپ و وزیر خارجه آمریکا بیانگر این است که رژیم ایران به دست مردم و نه به دست نیروهای خارجی سرنگون می شود. عاملة أن يسقط هذا النظام بيد الشعب لا بيد قوى خارجية. تصريحات طی 40 سال اخیر هر قدر که به رژیم ایران فشار آورده شد، رژیم این فشار را به مردم ایران منتقل کرد. ولی از بخت بد این رژیم، الان دیگر با وجود قیام در ایران و به خاطر هدر دادن اموال مردم برای سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم در کشورهای همجوار، وضعیت تغییر کرده است. اغلب مردم ایران جوانانی هستند که دیگر نمی توانند این رژیم را تحمل کنند. رژیمی که میلیاردها دلار را برای سیاست‌های توسعه طلبانه‌اش در خارج صرف می کند ولی مردم ایران گرسنگی می کشند. و همین دلیل مردم ایران می گویند اولین دشمنشان رژیم است. توسعه طلبی های این رژیم هیچ ربطی به مردم ایران ندارد. مردم ایران تظاهرات می کنند تا سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم را که میلیاردها دلار برای آن هزینه کرده محکوم کنند. وقتی که باراک اوباما میلیاردها دلار به این رژیم داد و بخشی از این پول را با هواپیما به ایران فرستاد، رژیم ایران این پول را برای مردم ایران صرف نکرد، بلکه صرف شبه نظامیان تروریستی کرد که در عراق و سوریه و یمن و لبنان دارد. مردم ایران به طور خاص جوانان کمتر از 30 سال دیگر این رژیم را تحمل نمی کنند. بر اساس گزارش هایی که از داخل ایران می رسد، این جوانان به ایدئولوژی این رژیم اعتنا نمی کنند. به شعبده بازی های این رژیم توجه نمی کنند و سیاست های توسعه طلبانه و جنگ طلبی های این رژیم را قبول ندارند. جوانان کمتر از 30 سال ایران می خواهند به این جهان بپیوندند. خواهان رژیمی مسالمت جو هستند. خواهان رفاه و پیشرفت هستند. اگر به قیام کنونی مردم ایران نگاه کنیم، می‌بینیم که رژیم حاکم این واقعیت را می‌فهمد که به کارگیری زور علیه جوانان قیامی فایده‌ای ندارد. می‌فهمد که به کارگیری زور نتیجه عکس دارد، چرا که دیگر مردم ایران این رژیم را تحمل نخواهند کرد. دوباره تأکید می‌کنم، منظورم دختران و پسران جوان زیر 30 سال است. آنها و مردم ایران از ثروت‌های انباشته شده و حقوق‌های کلانی که قاسم سلیمانی و عناصر سپاه پاسداران می‌گیرند اطلاع دارند.
آنها از ثروت‌های کلانی که خامنه‌ای و روحانی و دیگر سران رژیم دارند اطلاع دارند. ثروت‌ها ناعادلانه توزیع شده. پول‌های مردم دزدیده می‌شود و به خارج ایران برده می‌شود. یعنی یعلم الشعب الایرانی ان هناك فساد كبير، هناك توزيع غير عادل للثروه، هناك تبديد للاموال خارج ایران. گروهی از کارشناسان سازمان ملل از همکاری‌های موشکی امضا شده در سپتامبر 2012 میان رژیم ایران و کره شمالی ابراز نگرانی کردند. سایت NK نیوز آمریکا ویژه اخبار کره شمالی در گزارشی نوشت در سال 2017 تجار تسلیحاتی کره شمالی در تهران زندگی می‌کردند. این سایت اضافه می‌کند شباهت طراحی موشک‌های ساخت کره شمالی و موشک‌های ساخت رژیم ایران از مواردی بوده که گزارش کارشناسان ملل متحد به آن اشاره کردند. این گروه کارشناسی از سفر هیئت‌های کره شمالی به ایران طی سال‌های 2012 تا 2017 ابراز نگرانی جدی کرده است. در گزارش یاد شده افراد این هیئت‌ها به عنوان نمایندگان تجار رسمی سلاح در کره شمالی شناخته می‌شوند. این افراد دو شرکت را نمایندگی کردند. گفته می‌شود وزیر خارجه کره شمالی در نشست ماه آوریل گذشته کشورهای عدم تعهد در باکو پایتخت آذربایجان با یک هیئت بلندپایه رژیم ایران دیدار کرده است. هیئتی از کره شمالی همچنین در ماه اوت سال 2017 در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت کردند. پس از آزمایش یک موشک کروز از روی زیردریایی میدگیت در تنگه هرمز، گزارش‌های غربی حکایت از آن داشت که میان رژیم ایران و کره شمالی همکاری موشکی وجود دارد. گفته شد که این موشک توسط کارشناسان کره شمالی طراحی شده است. گزارش وزارت دفاع آمریکا نیز از اولین آزمایش یک موشک زیرابی توسط یک زیردریایی رژیم ایران و با همکاری کره شمالی که این تکنولوژی را در اختیار دارد خبر داد. مسئولان وزارت دفاع آمریکا نیز گفتند که ایران در ماه می 2017 قصد داشت یک موشک نوع جاس 2 کروز را از زیردریای میدگیت شلیک کند ولی در این تجربه ناکام ماند. خالد الفالح وزیر انرژی، صنایع و معادن عربستان سعودی بر تضمین کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب المندب تاکید کرد. روز سه‌شنبه پاسدار شعبانی جانشین سرکرده قرارگاه ضد سار الله تهران گفته بود ما به یمنی ها گفتیم دو نفتکش عربستان را بزنند و زدند. وزیر انرژی عربستان سعودی می گوید نیروهای ائتلاف عربی و ارتش یمن اقدامات لازم را برای اطمینان از برقراری امنیت و کنترل مناطق اطراف تنگه باب المندب برای عبور کشتی‌های نفتکش انجام دادند. به گفته خالد الفالح، نیروهای ائتلاف عربی کنترل این تنگه را در هماهنگی با جامعه بین‌المللی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در اختیار گرفتند. عربستان سعودی پس از آنکه قایق‌های شبه نظامیان حوثی مورد حمایت رژیم ایران تلاش کردند یکی از نفتکش‌های این کشور را مورد تهاجم قرار دهند، اعلام کرد انتقال نفت از تنگه باب المندب را تا تأمین کامل امنیت این تنگه استراتژیک به تعلیق در خواهد آورد. الفالح به نقل از سخنگوی رسمی ائتلاف عربی گفت دو نفتکش غول‌پیکر شرکت ملی حمل و نقل دریایی سعودی که هر کدام 2 میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کردند در دریای سرخ و هنگام عبور از تنگه باب المندب مورد تهاجم شبه نظامیان حوثی قرار گرفتند. در تهاجم حوثی‌ها به یکی از دو نفتکش خساراتی جزئی وارد شد ولی هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشت و هیچ مقدار نفت خام نیز وارد آب دریا نشد. ولی در صورت ورود این میزان نفت خام به دریا می توانست یک فاجعه زیست محیطی به وجود آورد. تنگه باب المندب از مهمترین گذرگاه‌های بین‌المللی عبور نفت پس از تنگه هرمز است و روزانه 4 میلیون بشکه نفت از این طریق صادر می‌شود.
این تنگه به ویژه برای صدور نفت تولید شده در غرب عربستان استفاده می شود. همچنین ریاض در نظر دارد تا برای مقابله با مسدود شدن احتمالی تنگه هرمز، نفت تولید شده در سواحل خلیج فارس را با خط لوله به کرانه دریای سرخ برساند تا از طریق باب المندب صادرات خود را ادامه دهد. آنتونیو گوترز، دبیر کل سازمان ملل، میشل باشله، رئیس جمهور پیشین شیلی را به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر معرفی کرد. به این ترتیب اون جایگزین زید رد الحسین شد. میشل باشله یکی از قربانیان شکنجه در دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه بود. به گزارش خبرگزاری رویتر، سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت آنتونیو گوترز، دبیر کل سازمان ملل، میشل باشله، رئیس جمهور پیشین شیلی را به عنوان رئیس جدید حقوق بشر این نهاد جهانی انتخاب کرد. فرهان حق، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، در اطلاعیه‌ای گفت آنتونیو گوترز روز چهارشنبه 8 اوت مجمع عمومی را رسماً از این تصمیم مطلع کرد. باشله که یک قربانی شکنجه در دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه بوده، اولین رهبر محافظه‌کار شیلی است. او پزشک کودکان بود که به یک سیاستمدار تبدیل شد و از سال 2006 تا 2010 به عنوان رئیس جمهور شیلی خدمت کرد. سیاست کمک‌های رفاهی او و رشد مستمر اقتصادی در شیلی، آن هم در یکی از کشورهای توسعه یافته در این منطقه، او را معروف ساخت. باشله سپس زنان سازمان ملل را رهبری کرد، نهادی که خواستار برابری جنسیتی و اختیارات قانونی زنان در فاصله سالهای 2010 تا 2013 بود. او پیش از این که به شیلی بازگردد، زمانی که مجدداً به عنوان رئیس جمهور از 2014 تا 2018 خدمت کرد، بر دستور کار رادیکالتر مالیات و هزینه علاوه بر حقوق عمومی پافشاری کرد. زید رد الحسین در اوایل ماه اوت در نیویورک به خبرنگاران گفت به دنبال دور دوم نیست، زیرا معتقد نیست که از حمایت قدرت‌های کلیدی جهان از جمله آمریکا، چین و روسیه برخوردار باشد. در بیابان‌های غربی استرالیا معدنچیان میگن به دلیل اینکه پیشرفت جهانی از طریق خودروهای الکتریکی هست، تصمیم به سرمایه گذاری روی کشف نیکل دارند. درخواست برای خودروهای الکتریکی و مواد خامی که برای حرکت دادن آنها مورد نیاز است، میتواند یک شروع مانند هجوم برای طلا برای صنایع معدن استرالیا باشد. خبرنگار رویتر: همچنان که مردم برای خریدن خودروهای الکتریکی مانند تسلا هجوم می‌آورند، ما شاهد تقاضاهای بیشتر برای باتری‌های شارژ شونده هستیم و استرالیا بزرگترین تولید کننده این مواد برای توسعه خودروهای الکتریکی است. BHP یکی از بزرگترین کارخانه‌های شیمیایی نیکل است که در خارج از شهر پرس در استرالیا قرار دارد. نیکل برای خودروهای برقی تقریباً به همان اندازه نفت خام برای موتورهای گازسوز اهمیت دارد. به کارگیری بیشتر نیکل در باتری ها به معنای این است که خودروها می توانند مسافت بیشتری را با یک بار شارژ شدن بپیمایند. استفاده از نیکل همچنین قیمت را به وسیله کم کردن کوبالت گران قیمت در باتری های خودرو پایین می آورد. نیاز برای نیکل جدای از اینکه معدنچیان بیشتری را وارد این کار می‌کند، کمپانی‌ها را هم به تلاش برای امن کردن تدارکات خود وامی‌دارند. جیمز فیلیپس، کارشناس ارشد بنیاد هریتیج: دیپلمات رژیم ایران در یک توطئه بمب‌گذاری و در حال ارتکاب جرم دستگیر شد. این توطئه خونسا شده تروریستی پس از آن کشف شد که وزیر خارجه هشدار داد نیروی قدس سپاه پاسداران عملیاتی مخفی را در قلب اروپا
هدایت می‌کند.